بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم خدمت شما بینندگان محترم تلویزیون امام حسین علیه السلام. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید و روزگار به خوبی بگذرونید، به ویژه امروز که روز جمعه هست و انشاءالله آخرین جمعه ای باشه که غیبت آقا امام زمان رو رد بکنیم و امر فرج محقق بشه. اللهم آمین و اللهم عجل لولیک الفرج. خدا رو شاکرم امروز هم بنده ریاض میرخلفزاده این توفیق رو دارم در خدمت شما باشم با برنامه سلام کربلا از استدیوی برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا، خیابان قبله و در همجواری با حرم‌های مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس صلوات الله علیهم و همچنین در خدمت جناب آقای قاسم فهد مسئول دفتر مرکزی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در اروپا هستیم. اجازه بدید خدمت میهمان برنامه عرض سلام و خوش آمدی داشته باشیم و انشاءالله سوالهایی رو آماده کردیم که از این بزرگوار بپرسیم و جوابش رو دریافت کنیم. جمعی فهد سلام علیکم و رحمت الله. شهادت حضرت رقیه رو خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون امام حسین علیه السلام عرض تسلیت و تعزیت دارم و همچنین فررسیدن ایام اربعین آقا امام حسین علیه السلام. خواهید بفرمایید با بینندگان سلام علیکی داشته باشید تا انشاءالله سوال برسید. نام برنامه سلام کربلا است. اگه اجازه بدید اول به امام حسین علیه السلام سلام بدیم و سلام علیکم یا مولا یا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. بعد از اون به همه بینندگان محترم شبکه امام حسین به زبان فارسی سلام عرض ادب دارم. امیدوارم هر جا که هستند در این کره خاکی ان شاء الله سالم و سلامت باشند و در پناه اهل بیت علیهم السلام در خدمت شما هستم. خواهش میکنم ان شاء الله مثل همیشه همانند مرحوم پدرتون مادر محترمتون که انشاءالله همه اموات رو غریق رحمت بکنن در این روز جمعه همیشه در خدمت اهل بیت سلام الله علیه اجمعین باشید. خدمت شما عرضم که لطفاً توضیح بدید درباره سابقه پوشش رسانه‌ای زیارت اربعین آقا امام حسین علیه السلام توسط بزرگترین مجموعه رسانه‌ای شیعه در دنیا، منظورم مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام است. یادم میاد وقتی که در کربلا مستقر شدیم
کنار این تل زینبیه. شاید خیلی از بینندگان الان یادشون بیاد اون مراسم اون ایام. بله مستقر شدیم. خب کمتر رسانه‌ای در دنیا از ایام اربعین پخش داشت و اصلا رسالت رسوندن پیام اربعین به مردم رو بر عهده می گرفت. خیلی از رسانه‌ها، خب اسم نمیخوام بیاریم، مجموعه رسانه محسن علیه السلام میکنم. حتی اگرم داشتن فقط به عنوان یک خبر و در حد دو سه ثانیه فقط. دقیقاً دقیقاً. حالا من وارد تفاصیل شاید نشیم، بهتر باشه. ما وظیفه خودمون دونستیم که برای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام اربعین رو به سمع و نظر همه مردم برسونیم. سال 1390 و تقریبا یک سال بعد از اینکه در کربلا مستقر شدیم، یادم میاد با سختی های بسیار زیاد، اون موقع واقعا مسائل مالی مثل الان یکی از مسائل مهم شبکه محسن علیه السلام بود، تازه تأسیس شده بود، خب بودجه نداشتیم، هنوز با مردم خیلی آشنا نبودیم، تبرعات بیاد، نذورات مردم بیاد، ولی با این حال چون وظیفه خودمون میدونستیم، در اون سال یادم دوتا SNG اجاره کردیم، پول هم نداشتیم، اون شرکت گفت چه کار میکنیم، گفتیم که آقا ما شما به ما SNG ها رو بدید، بعد از انشاءالله خدا بزرگه یک SNG فکر میکنم از اول سفر بود در بصره مستقر شد و یک SNG بین مسیر نجف کربلا با یکی از هیئت ها صحبت کردیم، مواکبی که الان هستن قضا میدن و از اونجا پخش رفتیم. سال اول مردم واقعا هیجان زده بودن از دیدن چنین تصاویری، چنین کرمی و این عظمت، و الحمدلله از اون سال رسانه های دیگه برای این که اونها هم مشارکت داشته باشن به مرور زمان وارد این عرصه شدن الحمدلله رب العالمین، و الان میتونیم بگیم هیچ رسانه‌ای نمیتونه نامی از اربعین نبره، حتی اگر رسانه معاند و مخالف شیعه باشه. این تکلیف بر شبکه محسن علیه السلام بود، سعی کردیم به نحو احسن، خب هر روز هم تکنولوژی های جدیدی آمده، از اونها هم استفاده کردیم به مرور زمان، و الحمدلله امروزه میبینید که میتونم بگم 24 ساعته پیام اربعین رو به مردم دنیا میرسونیم و مردم رو دعوت میکنیم برای زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه در ایام اربعین. خدا به شما و همه خدمتگزاران اهل بیت به ویژه خدمتگزاران آقا سید و شهدا توفیق بیش از بیش بده. جناب فهد، آیا برنامه‌ای برای گسترش پوشش رسانه‌ای مشایعه اربعین و افزایش دسترسی مخاطبان در سراسر دنیا در سالهای آینده دارید؟ طبیعتاً همیشه در فکر این بودیم که هر شیعه از حقوقشه که بتونه دسترسی آسان داشته باشه به کربلای مقدس. اگر نمیتونه زیارت بکنه در هر جای دنیا که هست، اگر نمیتونه مسافرت بکنه به کربلا، بتونه با زدن یک دکمه پنجره روبروش باز بشه به سمت کربلا. خب هر سال با تکنولوژی های جدید ما پیش رفتیم، کار کردیم تو این زمینه. آخرین نمونه الحمدلله پخش 24 ساعته شبکه محسن علیه السلام در تلگرام راه اندازی شده، مردم الان میتونن از طریق تلگرام 24 ساعته شبکه محسن علیه السلام رو ببینن، از طریق اینترنت مردم میتونن شبکه محسن علیه السلام رو ببینن، میتونن مشایعه رو ببینن، زیارت اربعین رو میتونن مشاهده بکنن. کاری که سال گذشته انجام شده و امیدوارم در آینده نواقص کوچیکی هم که داره برطرف بشه اینه که مردم میتونن از طریق اسمارت تیوی ها اپ شبکه محسن علیه السلام رو نصب کنن روی تلویزیون هاشون مستقیما و از طریق اینترنت میتونن دسترسی داشته باشن به شبکه محسن علیه السلام. این خیلی آسون میکنه برای مردم دیدن شبکه محسن علیه السلام رو، و هر کسی که دسترسی به اینترنت داشته باشه میتونه شبکه محسن رو ببینه. اولین شبکه شیعی هستیم که وارد اسمارت تیوی شدیم به عنوان یک اپ مجزا، و این افتخاری است برای ما مثل همیشه الحمدلله که بتونیم یک خدمتی رو به شیعیان امیرالمومنین برسونیم. گفتم این وظیفه ماست که هر شیعی در هر نقطه از کره زمین احساس قربت نکنه و بدونه که شبکه امام حسین علیه السلام پشتوانه اون خواهد بود، و انشاءالله بتونیم خدمات بهشون بدیم در هر امکانی که میتونیم. خدا به شما جزای خیر بده.
در ارتباط با تکنولوژی های موجود چند بار صحبت کردید. بفرمایید با توجه به تغییرات تکنولوژی که توی حوزه رسانه پیش اومده، مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به چه صورت از این تغییرات برای بهبود و گسترش پوشش خودش استفاده می‌کنه؟ خب الان تکنولوژی های جدید به روزترینش هوش مصنوعی هست. دوستان الان دارن کار میکنن تا وبسایت های شبکه امام حسین علیه السلام مجهز بشه به هوش مصنوعی AI. انشالله تمام میشه. متاسفانه نتونستیم به 40 برسونیم. خب میدونیم این تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفته است، نیاز به مهندسین و نیروهای بسیار بسیار قوی داشت که الحمدلله شبکه امام حسین خدا را شکر داره این تیم رو، این تیم بسیار قوی رو دارن روی اون کار میکنن. انشالله قرار بوده برای 40 برسه. دوستان تلاش کردن اگر مجهز بشه به هوش مصنوعی میتونیم امکانات جدیدی رو انشالله به بزرگواران بدیم، انشالله به شیعیان امیرالمؤمنین. گفتم اسمارت تی وی ها نمونه اون بوده، تلگرام نمونه اون بوده. امیدواریم که بتونیم پخش 24 ساعته شبکه امام حسین در یوتیوب رو راه اندازی بکنیم. یکی از اپ هایی که در دسترس همه هست امروز در دنیا و ما بتونیم از تکنولوژی که دیگران به وجود آوردن بتونیم بهره برداری بکنیم. داریم تلاشمون رو میکنیم. ان شاء الله اخبار جدید رو ان شاء الله تا 40 یا بعد از 40 خدمت مردم و خدمت شما میگیم. ان شاء الله خدا خیرتون بده. با توجه به حضور شما در اروپا، مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام چه تأثیری بر زندگانی شیعیان اون سامان داشته؟ حدود 9 سال پیش بنده از کربلا مسافر هجرت کردم به غرب برای اینکه شبکه انگلیسی که برنامه تولید میکنه به زبان انگلیسی در بین اون مردم و اون زبان بتونه با متد خاص خودشون، با فرهنگ خاص خودشون برای شیعیان امیرالمؤمنین در غرب برنامه تولید بکنه. الان بینندگانی که در غرب زندگی میکنن همه شبکه امام حسین 3 به زبان انگلیسی رو میشناسن. باید قبلش یه توضیحی بدیم. مردمی که هجرت کردن از شرق به غرب، حالا به هر دلیلی، یا تحصیلات یا اجبار، به هر دلیلی هجرت کردن، نسل اول به زبان مادری مسلط بودند. ممکنه اردو زبان بودن، فارس زبان یا عرب زبان، و زبان انگلیسی رو خیلی تسلط نداشتن. نسل دوم که فرزندان اونها بودن یک علاقه ای داشتن به شرق، مسلط به زبانهای مادری بودن، فارسی، عربی و اردو، و همچنین مسلط به زبان انگلیسی. نکته ای که خیلی مهمه، نسل سوم که نوه اون مهاجرت کنندگان بودند فقط به زبان انگلیسی مسلطن، یعنی ارتباطی با شرق ندارن. غرب رو وطن خودشون میدونن و اونجا زندگی میکنن، امرار معاششون اونجاست، ازدواجشون اونجا خواهد بود و نسل بعدی ارتباطش کاملا با شرق قطع میشه. وظیفه ما به عنوان یک رسانه اینه که تمام معارف اهل بیت رو به اون زبان تبدیل بکنیم. بله. با متد خودشون که مورد علاقشون هست به اونها معرفی بکنیم. الحمدلله رب العالمین مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام تو این زمینه خیلی موفق بوده. میتونم بگم الان 90 و ما میگیم 90 ولی بیشتر از اینه قطعا، 90% کسانی که در غرب زندگی میکنن و زبانشون زبان انگلیسی است، چه اول چه دوم، شبکه جهانی امام حسین علیه السلام رو میشناسند یا میبینن. این رو گفتم بگم ما تلاش کردیم تکنولوژی رو وارد برنامه هامون بکنیم. نوع برنامه ها کیفیتش با کیفیت بالایی باشه. ما مسئولیت داریم در مقابل شیعیان امیرالمومنین تا بتونیم بهشون خدمات خوبی بدیم. نمونه برنامه ما اومدیم از بهترین خطبا، بهترین مداحان، بهترین نوع برنامه ها، بهترین تیم رو چیدیم تا بتونیم خدمات بدیم در هر جای کره زمینی که هستن از اون برنامه های زیبا استفاده بکنن. نمونه هاش رو میتونن مردم ببینن، شیعه وایس یا سخنرانان خوبی که داریم، برنامه های ماه مبارک رمضان، مسابقات، سخنرانی ها، ان شاء الله که مردم لذت برده باشن تا
الان فیدبک خیلی خوبی داشتیم و ان شاءالله این ادامه پیدا بکنه روند سعودی. امیدوارم برکت دعای شما در کربلا. ان شاءالله قطعا ما انجام وظیفه خواهیم کرد، هم در حق شما خدمتگزاران و هم در حق مردمانی که بیننده هستن و استفاده میکنن. و قطعا هم حالا اجازه بدید من آخرین سوال رو هم از خدمتتون بپرسم چون زیاد وقتی نداریم. همیشه ما از انتظارات بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام صحبت کردیم که توی تماس‌های مردمیشون، توی پیام‌هاشون، توی ایمیل‌های ارسالیشون که آقا جان مشرف میشید حرم برای ما دعا بکنید، بیمار داریم، گرفتار داریم و از این قبیل موارد. حالا من میخوام از زبان شما سوال بکنم، انتظار مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام از مردم چی هست؟ سوال خیلی زیبایی بود. عرضم حضور شما که دو تا نکته خیلی خیلی مهمه. یکی این که نشر معارف اهل بیت همین جور که به عهده ما هست، به عهده مردم و بینندگان هم هست که دستور پیامبر اکرم صلوات الله علیه از اول، این وظیفه همه ماست که آگاهی داریم. کلیپ های بسیار زیبایی تولید میشه توسط شبکه امام حسین علیه السلام، زحمت میکشن. ممکنه کسی باشه همسایه کناری اونها که شیعه است و میتونن این کلیپ ها رو براش نشر بدن، گروه هایی دارن که میتونن نشر بدن. این کار خیلی میتونه مؤثر باشه، شاید اون بیننده محترم اون هم زائری بسازه برای امام حسین علیه السلام، تشویق بکنه مردم رو که بیان به کربلا زیارت آقای امام حسین علیه السلام. این نکته اول. نکته دوم، ما همیشه تلاش کردیم که پشتوانه مردم باشیم، مردم احساس بکنن که یک رسانه از اونها دفاع میکنه. اگر مظلوم شدن جایی و مورد ظلم واقع شدن، ما در شیعه ویوز در برنامه هامون تلاش کردیم که صدای مظلومیتشون رو به دنیا برسونیم. همون جور توقع داریم مردم هم پشتوانه ما بشن. به هر جهت رسانه هزینه های خیلی زیادی داره، نیازهای زیادی هم داره، قلمن، قدمن، لسانن. بعضی ها میتونن خوب قلم بزنن، بنویسن، میتونن بنویسن برامون، ایده هاشون رو بفرستن، میتونن برامون صحبت کنن، تبلیغ ما رو بکنن. اما موضوع مالی واقعا موضوع مهمیه. یعنی اگر بخوایم کار ما سعودی همیشه جلو بره، باید این ابزار رو داشته باشیم که اون موضوع پول هست و موضوع سرمایه هست تا بتونیم خودمون رو توسعه بدیم و باید در مقابل بقیه رسانه ها بتونیم جلوه بکنیم. این نیاز داره که مردم بیان کمک بکنن انشاءالله به ما، قدم بردارن. قدر الامکان یک کسی میتونه یه مبلغ جزئی بده، یک کسی میتونه مبالغ بزرگتری بده، شریک بشن با امام حسین علیه السلام، پشتوانه بشن، انشاءالله ما بتونیم ادامه بدیم این مسیر رو بهتر و بهتر. کمال تشکر رو دارم از توضیحاتتون. انشاءالله که همیشه موفق باشید و از خدای تبارک و تعالی و آقا سید و شهدا میخواییم در حق خدمتگزاران خودشون مثل همیشه سنگ تموم بذارن، صحیح و سالم باشن تا بتونن خدمت به دین، مذهب و به ویژه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشید. خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه زنده سلام کربلا. افتخار بود برای بنده در خدمت شما باشم. خواهش میکنم. لطف کردی، ممنونم. خدا انشاءالله به شما و همه عزیزان سلامت. سلامت بشید. ممنونم. یا علی مدد. یا علی مدد. و اما شما بیننده عزیز با ما همراه باشید تا برسیم به آیتم بعدی برنامه. بریم و برگردیم.
جانم به زائرین آقا سید و شهدا سلام الله علیه. ورودی کشور عراق مرز مهران به ضرباطیه جانم، قطعا عزیزان بیننده ملاحظه فرمودن از صبح تا به الان، الان یه مقدار خلوتتر شده از ساعت اولیه پخش امروز که جمعیت فوق‌العاده‌ای وارد کشور عراق می‌شده از طرف کشور ایران. جانم خوشا به سعادت هر عزیزی که نیت زیارت کرده و الان در راه، حالا یا از مرزها عبور کرده یا قرار به مرزها برسه و انشاءالله عبور بکنه، خودش، خانوادهش، همراهانش با صحت و سلامتی مشرف بشن به طریق الالحسین، طریق یا حسین، طریق یا موسی بن جعفر که همش منتهی میشه به کربلای معلا. جانم انشاءالله که همه شما رو در کربلای معلا ببینیم و جزء زائرین آقا سید الشهدا سلام الله علیه همگیمون باشیم، به ویژه توی این ایام اربعین آقا امام حسین علیه السلام. و خدا رو شاکریم که مجموع رسانه امام حسین علیه السلام، همطور که برادرمون جناب آقای فهد فرمودن، این توفیق رو داره و این که بتونه این رسالت رو انشاءالله مثل هم میشه انجام بده، گرچه تو این 14-15 ساله حقیقتاً عزیزان خدمتگزار کمی نگذاشتن، ولی نیاز به همراهی شما هم داریم. یا حسین. خب بریم برای آیتم بعدی برنامه. عذرخواهی میکنم من سلام مجدد خدمتتون نکردم، چون خیلی مجذوب ورودی مرز مهران به کشور عراق شدم با این جمعیتی که عرض کردم از صبح الحمدلله رب العالمین به نیت زیارت آقا سید و شهدا دارن وارد کشور عراق میشن. و اما آیتم بعدی، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میفرمایند فرزندانتون رو با سه چیز مأنوس کنید. اول از همه دوستی پیامبرتان. من سعی میکنم ترجمه خود حدیث رو عرض کنم. دو، عشق اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله. و سه، قرائت قرآن. کیلوی پیرو ما الان با شما به اشتراک میگذاریم و پس از اون درباره همون کلیپ بیشتر با هم صحبت میکنیم. ببینیم کلیپ رو. هاي قصائد موكب احباب الحسين في ابو سير بالشهداء، هذا اول خادم واصغر خادم جمع حال فلوس بالشفاء، كل من يشوف صورته في سكر صار لسنة مصاب مرض السكر الأولى. يا حسين دیگه نیازی به توضیح نداره، ولی برای عزیزان روشندل عرض بکنم، عزیزانی که میشینن پای رسانه امام حسین علیه السلام تا بشنون چه چیزی داره اتفاق میافته. مادر بزرگی رو مشاهده کردیم و کردید که نواهاش یکی بعد از دیگری میان و قلک هایی که داشتن، قلک های کودکانشون رو که در طول ایام ماه و سال از پدر یا مادر یا مادر بزرگ یا پدر بزرگ، دایی، عمو، عمه، خاله وجهی رو دریافت کردن بدون اینکه
کسی بهشون بگه باهاش چی کار میخواهید بکنید، جمع‌آوری کردن و اومدن در حضور مادر بزرگ قلک هاشون رو شکستن. اونها با اون پولای اندک برای امام حسین علیه السلام خدمت کنن. آیا این چیز دیگری است که جز فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله که کودکانی در این سن در دلشون چنین عشق و محبتی برای اهل بیت داشته باشن؟ کلیپ بعدی رو هم با هم ببینیم. همین زیبایی هاست که مسیر مشایه رو از هر مسیر دیگه زیباتر جلوه میده و شما توی این مسیر جز لطافت و کرامت و جز مهربونی چیزی نمیبینید. بچه هایی که با شوق و ذوق خدمت میکنن، بچه هایی که با عشق و شغف دارن پیاده روی می کنن و بچه هایی که از همه چی گذشتن که فقط رضایت زائران رو جلب کنن. کلیپ بعد رو هم ببینیم. مربینا علی حب اکدار لا ینیسا ولا یخفا من عید و وای یا سید الشهدا، زائری رو ملاحظه فرمودید که بی دست به مشایه اومده و این دخترکان عزیز رو دیدید به چه صورت خدمت میکنن. مکتبی که حضرت رقیه سلام الله علیها در اون پرچمدار هست، کودکان در این مکتب جایگاه داره، احساس مسئولیت میکنن، توی این دستگاه خودشون رو هم کنار کاری میدونن و خودشون رو جزی از خادمان امام حسین علیه السلام میبینن که باید به زائر خدمت کنن. با هم یه اتفاق جالب دیگر رو هم ببینیم. دختر بچه‌ای که از این ناراحت شد چرا زائران از پذیرایی او میل نکردند، دختر بچه‌ای که از این سن کم درس کرم، وفا و اخلاص در مکتب سید الشهدا علیه السلام رو یاد میگیره. توصیه ما به شما عزیزان مثل هم میشه اینه که هر وقت مشرف میخواید بشید به کربلا، حتما بچه های خودتون رو هم همراهتون بیارین که از این مناظر زیبا و عبرت انگیز اینها رو ببینن از نزدیک و با عشق آقا سید الشهدا علیه السلام مانوس بشن. نگران کودک و بچه هاتون نباشید. توی این مسیر حتی لوازم بهداشتی هم خدمت این عزیزان
تقدیم میشه دیگه، چه برسه به کالسکه و تعمیر کالسکه هاشون. کلیپ بعد رو با هم ببینیم. امیدوارم که در خانه همه ما همواره کودکان با ذکر و یاد آقا سید و شهدا علیه السلام ارتباط داشته باشند و از بچگی آنها بهشون یاد بدیم که هیچ کس براشون امام حسین علیه السلام نخواهد شد. الحمدلله رب العالمین. خدای تبارک و تعالی آقای بزرگواری رو برای ما قرار داده که علاوه بر وسیله نجات از گمراهی، این که یاد بگیریم فداکاری رو، یاد بگیریم از خودگذشتگی رو. اللهم آمین. اللهم بحق الحسین الشهید عجل لولی کل فرج. خب وقت اون شده که بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم رو به حرمهای مطهر آقا ابوالفضل العباس آقا سید و شهدا سلام الله علیهم قرار بگیرم، با همدیگه عرض سلام کوتاهی داشته باشیم و از باقی مانده برنامه استفاده بکنیم و صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. آبانده اید هر که دارد هوس کرب و بلا. بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله. آجرك الله يا مولاي يا أبا عبد الله باستشهاد عزيزتك رقية سلام الله عليكم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك المصطفى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أبيك المرتضى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك الزهراء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدتك خديجة الكبرى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أولادك أئمة الهدى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أمك أم البنين وعلى إخوانك وأخواتك وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
زیارت هاتون قبول باشه، امیدواریم که خیلی زود شما هم مشرف بشید و از نزدیک ظاهر آقای امام حسین علیه السلام در حرم مطهرشون باشید. پل ارتباطی شما با کربلای معلا و برنامه خودتون برنامه سلام کربلا، شماره تماس 2-0964-771-6167-100 هستش که انشاءالله از طریق تماس تلفنی، تماس صوتی واتساپ و تماس صوتی فیس تایم صدای خودتون رو به کربلای معلا برسونید. منتهای امروز اول از همه جمعه بوده، برنامه اضافه تر پخش شده و این که مدت برنامه‌مون خیلی محدوده، انشالله کوتاه سلام بدید تا تعداد بیشتری صداشون به کربلای معلا برسه و امیدواریم همگیتون حاجت روا باشید. اولین تماس، سلام علیکم و رحمت الله. علیک السلام. السلام آجی آقا، به کربلا خوش آمدید، عرض تسلیت داریم. بفرمایید عرض تسلیت خودتون رو هم خدمت آقا سید الشهدا عرض کنید. السلام علی بالحسین، السلام اصحاب الحسین، السلام زین الله عبدین، السلام حج الفرن، السلام باب الحوائج، باب الحاجات، باب المراد، حاجات الدنيا، باب الحوائج، خمري من ياسين، باب الحباس، باب الحوائج، السلام جلال الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه خواهرم زیارتتون. یا حسین، یا حسین، اینجا انشاءالله خواهرم حاجت روا باشید توی حرم مطهرشون با این بزرگوار درد دل بکنید با صحت و سلامتی. ممنونیم از تماستون، یا علی مدد و خدا نگهدار. اللهم بحق الحسین الشهید الوجیه الوحید الفرید العطشان، شافی و عافی کل مریض، اقض حوائج کل محتاج، به حق امه و ابیه و جده و اخیه و الائمه من بنی. تماس بعد، سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. السلام، به کربلا خوش آمدید، بفرمایید زیارت. سلام فلسطین، صدای تلویزیونتون رو لطف کنید ببندید. السلام علیک یا ابو عبدالله. خواهر بزرگوارم صدای تلویزیونتون رو لطف کنید ببندید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر عهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی عباس الحسین و علی زینب الحسین و علی رقیه الحسین و علی سکینه الحسین. یا ابا عبدالله، همه ی حاجتمندان رو دردشون رو دوا، شفا ازشون شفا. الهی آمین. هر کی دوست داره راهی کربلا بشه، اربعین امام حسین راهشون رو بر راهشون رو
راهیشون رو به زیارتتون آقا جان. اللهم آمین انشاءالله. از همین راه دور عرض ادبی داشتم خدمت اربابم حسین، خدمت عمو جانمون ابوالفضل العباس سلام الله علیهم. انشاءالله خیلی زود مشرف بشید توی حرمهاشون، عرض سلام و عرض حاجت داشته باشید. ممنونیم، متشکر. عذرخواهی میکنم، بزرگواری بفرمایید کوتاه‌تر سلام بدید، خدا خیرتون بده. تماس بعدی، سلام علیکم و رحمت الله. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام در شما آقای ملخلف دادم کارایشو دبر کل کارمندهای شبکه امام حسین سلام الله علیه ها، تشکر یک جهان تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولا یا ابو عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابو عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابو. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم، السلام علیک ابن فاطمه الزهرا سید النساء، السلام علیک یا امام حسین مجتبی یا کریم اهل بیت، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفناك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولو جعل الله لأخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين جان. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا فضل العباس يا بابا يا قمر ماهي بن يا هاشم، السلام عليك يا عزرة يوم البنين نادر باب الحوائج، السلام عليك يا زينب كبرى يا قهرمان كربلاء، السلام عليك يا عزيز حسين حسين رقي سلام الله عليها، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبول باشه. السلام عليك يا مولا يا امام الزمان آقا جب قبان الشام وجن بيا بخير، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه ان شاء الله، زیارتتون و حاجت روا باشید و همه دعاهایی که کردید ان شاء الله به هدف اجابت برسه. اللهم عجل لوليك الفرج. تماس بعدی رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا، زیارتاتون قبول. ممنون، متشکر، دعاگو بودیم. بفرمایید زیارت کنید شما هم. سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابوالفضل العباس یا قمر منیر بنی هاشم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین. اللهم آمین. تا اربعین وقت خیلی کم مانده، ما رم بطلب. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. انشاءالله خیلی زود قدم های شما هم در مسیر مشایه آقا سید الشهدا سلام الله علیه وجود پیدا بکنه و ظاهر آقا امام حسین علیه السلام باشید. ممنونیم از تماستون. کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. تماس بعدی، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقا. خواهر بزرگوارم به کربلا خوش آمدید، بفرمایید زیارت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. یا حسین. متاسفانه تماسشون اینترنتیه و السلام علیک یا ابا عبدالله حسین، السلام علیک یا بی بی زینب، السلام علیک یا ابا عبدالله
عزت. انشاءالله که حاجت روا باشن این خواهرمون، تماسشون قطع شد. فقط یک دقیقه فرصت داریم و آخرین تماس. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم خواهر بزرگوارم، بفرمایید شما آخرین تماس هستید، در حد 50 ثانیه خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید. سلام علیک یا علی ابن موسی، یا علی جانم، حرف دل ما را هم زدی. فاطمه زهرا یا با پسید آمد حاجت و با بکن بیشی روید تدشم یا حسین با من بزید التماس تو قبول باشه زیارتتون انشاءالله خواهرم، حاجت روا باشید. الحمدلله در این جمعه این خواهرمون باعث شد خدمت ولی نعمتمون حضرت ثامن الحجاج آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، گرچه هر روز سلام میدیم ولی نمیدونم چه سری در صحبت این خواهرمون بود که به این صورت پیش اومد. الحمدلله رب العالمین که باز توفیق داشتیم چند نفری رو از طریق تماس به این برنامه وصل بکنیم و صداشون به کربلای معلا برسه، گرچه مطمئنیم شمای بزرگوارانی که الان پای تلویزیون امام حسین علیه السلام هستید با هر سلامی مثل ما دست به سینه گذاشتید و به آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض سلام داشتید. امیدواریم همیشه حاجت روا باشید، همیشه صحیح و سالم باشید، همیشه زیر سایه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هممون باشید. امیدوارم زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی چشمان خیز جز به گریه کنان آقا اسممو بنویس بنویس للحزن رایه و کربل الغایه للحزن رایه.